بیننده های عزیز تلویزیون اورانوس و شنونده های گرامی رادیو کندوز و یکی دیگر از گزارش های ویژه ما خوش آمدید. ما این بار در کوچه حاج سنگی هستیم و آمدیم اینجا با هموطنان خود صحبت بکنیم، در مورد این کوچه پرسان بکنیم که چرا حاج سنگیش میگن. و اینجا البته مسجد مرحوم حاج سنگی هست، یکی از شخصیت های بزرگ کندوز هستند، به نام اونا هستن این کوچه و در موردشان صحبت میکنیم با هموطنان خود. قصه های می داشته باشیم، شما تا آخر بیننده باشید. کاکای ما رو اول پرسان میکنیم، بدور از البته مسئله کوچه که آفتابه دادستشان است و چی میکنن. سلام. سلام، خوب هستین؟ جانتان سلامت هستین؟ بخیر باشه، آرام باشه. نامتان؟ غلام محمد. کاکا غلام محمد چی کاربار میکنی؟ یعنی میکار هفته وقت دیگه، نمی هفته وقت بگید 23 رو پا بخرو چطر پا سودا خوب. این طرف تا کشه میریم خوب؟ جوریشه هفته وقت چند میخرین گفتید؟ 23 رو پا میخرین. 23 رو پا؟ بله. چند میفروشین بیر؟ 30 رو پا. 30 رو پا؟ 7 رو پا میمونه؟ بله. ام تو روز بعد روز دانن می غریبی از دیگه پیدا کو خرتو چند میمونه؟ یعنی ساعت یک نیم ساعت. خب ها بله. چند نفر هستین در خانه؟ ما دو نفر هستیم. دو نفر؟ دو نفر. اولاد نیست؟ یک دون اولاد دارم. خب 7 ساله دختره. 7 ساله دیگه نداره؟ دیگه نداره. ما چرا؟ والا دیگه تقدم هم نکردیم، غریب طبقه غریب دیگه چی شوه. شما کار خوبه کردین، شما کار خوبه کردین. اونم یک تور از پسشون براید. والا چه کنیم، والا هموطنان ما دارن 10 20. بله گپ خوبه. بله وضعیت اقتصادیشون خوب نیست، اونا منو گشنه و والا چطور کنیم دیگه. ما کنم قدور ما بده تاسه توانایی ما نمقا توانایی تو نمقا نمقا دیگه. بعضی هم میگه تلاش کن، میگه با جای بچه شوا. ما گفتم چیزی ندارم، بودی جا ندارم، پیسه ما چیزی ندارم، دخترم با جای بچه زنده باشه، اولاد همیشه یک سانه باشه. کل اگه خب در کارتون برکت اگر کدام گفتنی دیگر داشته باشه. گفتنی این امید که از طبق جوانای افغانستان این توقع را دارم که دیگر ترکیه و ایران ماجر نشوند. فهمید دیگر دولت افغانستان این تقاضا را دارم که برای ملت غریب کار پیدا کنه. غریب فرد فردش باید پرسان شود که طبقه روز روزگار چه رقم است، کار و بار چه رقم است. هر نفری که اقتصادش ضعیف است، کارش ضعیف است، برای از او کار دائم پیدا شوه، برش کار کنه. روزانه 150 افغانی برش بته، برای دائم برش کار پیدا شوه و کار کنه، نمانه که ترکیه و ایران بره. بدون شک یک پیام بسیار عالی و خوب. امیدوار هستم حکومت ما این پیام خودت را عملی بکنه. زنده باشین، نورم باشین، سلامت باشین، قربانت. در سایت برکت ای ابلایی که دستای خودت کرده، ای از زحمات تو. زنده باشین، نان حلال باشین، همیشه تربلند باشین بچه‌ها. سلامت و بخیر باشین. خب بیننده های عزیز سر ادامه گزارش باشید با ما، با هموطنان خود صحبت میکنیم اینجا. در مورد کوچه حاج سنگی میپرسیم که چرا حاج سنگی نام داره این کوچه. بیننده های عزیز در کنار هموطنان خود هستیم که در این کوچه مصروف کار هستند. بعضی هاشون ریکشا دارن، بعضی هاشون هم کراچی دستی دارن، اینجا مصروف کار هستند. با اینا صحبت میکنیم البته چه کار میکنن و چطور از روز روزگار. سلام. وعلیکم. خوب هستین؟ سلامت هستین؟ نامتان؟ دلاغا. لالای دلاغا. مصروف چه کار بار هستین؟ ریکشا دارین. ریکشا دارین؟ بله. چطور از کار بار؟ والا خوب از مقصد میگذره. بله. دمی کوچه هستین؟ چه وقت میشه؟ حالا 16-17 سال شد. 16-17 سال. بله. خب موفق باشین، پیامی دارید؟ سلامت باشین. خب حاجی سیب آمدن در مورد. سلام. علیکم سلام. جور هستین؟ حاجی سیب خوب هستین؟ سلامت هستین؟ جان شما جور است؟ بخیر هستین شما؟ خوب هستین؟ بسیار ببخشین که به زحمت شدین از اینجا تا اینجا آمدین. خوب هستین ان شاء الله؟ بخیر باشین الحمدلله. کوچه حاجی سنگی؟ بله. کوچه حاجی سنگی میگن؟ بله. حاجی سیب سنگی را میشناختین؟ حاجی سیب سنگی را نه، حاجی سیب سنگی را نامش شنیدیم. نامش شما؟ نامش شنیدیم. نامش شنیدیم. حتما از مو حاجی سیبایی است که بسیار قدیمی است. بسیار قدیمی است. شما چند سال میشه اینجا زندگی میکنید؟ ما در اینجا 25 سال میشه. 25 سال میشه. بله. حاجی سیب سنگی را شما هم نامش فقط شنیدیم؟ نامش شنیدیم خودش تو. مثل ما. بله بله. آها. هیچ کسی از او قدیمی ها هم نمانده دیگه؟ از او قدیمی ها نمانده. یه 20 سال پیش است، 80 سال پیش است. یه گپای بسیار بالاست دیگه. خب
کندوز ما از سابق یعنی جای قدیمی داره آله قسمی که کوچه سر حوضش حوض بود آله حوض آثارش نمونده آثارش نمونده خب نام خانه قدیمی شاید اینجا باشه که اونا هم آثارش نمونده نه بله خانه قدیمی هم نمونده شما چند سال میشه دکانداری میکنید ما هم اینجا 25 سال 25 سال هم همینجا میشه زندگی میکنید هم دکانداری همینجا دکانداری چطور از کاروبار ایش شکر الحمدلله فضل خدا حال خوب شده دکانداری کار خوب است فضل خدا خب ارزانی هست بسیار خوب است فضل خدا امسال سال خوبی است هر چه زرزان است فضل خدا نگه نام خدا مسجد هم تازه کردیم مسجد هم تازه کردیم میره یک نفر جور کردن 4 لک 4 از 4 لک دلار سرمایه گذاری کرد خود همین مردک خودش جور کرد کلش تنها خداوند خیرش بده اجر نصیبش بکنه ان شاء الله آها مسجد بسیار قدیمی بود ساختمان بسیار بله قدیمی بود حالا همه چیز تازه شده دیگه ایرم تازه کردن ایرم تازه کردن بله به خیر سلامت باشین کرام پیامی داشته باشین کسایی که شما را از بیرون از کشور میبینن دی کوچه یا جسنگی حتما خاطراتی دارن دیگه ما دیگه یک آرامی قراری به خیر میطلبیم دیگه انشالله آرامی از فضل خدا شب میگردیم روز میگردیم کسی ما را کار نداره هر طرف که میریم دیگه بسیار خوش هستیم دی آرامی و قراری به خیر سلامت باشین حاجی سیب گرامی تشکر زیاد سلامت باشین بیننده های عزیز ما در کوچه حاجی سنگی هستیم و اینجا هموطنان ما مصروف کاروبار هستن قسمی که پیشتر گفتم یک تعدادشان کراچی دستی دارن یک تعداد دیگه ایشان رکشا دارن و همین قسم هموطنان ما روزگارشان را سپری میکنن زندگی در وطن لذت خاص را داره و کار کردن و مصروفیت همینجا یک لذت دیگه را داره هم وطنان ما همیشه شاد هستن چه در مشکلات هم که باشن و هر موضوع دیگری هم که باشن هم قسم شاد و سلامت میگردن خب با هم وطنان دیگر ما صحبت میکنیم اینجا هستن حیران ماندیم قطع کدامش صحبت شما بین خود اول جور بین باز مسئله بله کلامتر از مسئله ما همه احترام بزرگتر را داریم چی میگن اونا میگن شما کلامتر هستین صحبت خواه چی سوال خوب هستین سلامت هستین خیر باشی نام را برما شهباز شهباز بله از کجای قندوز هستی؟ از ده سال از فیض آباد هستیم از فیض آباد؟ بله از بدخشان بله بدخشان از لعل بدخشان لعل بدخشان آها بدخشی هم همونطور از پیش تون رفته دیگه لهجه لهجهش رفته قندوزی گفتم قندوزی گفتم میشین چند سال میشه قندوزی یک 30 سال شاید شوه یعنی دیگه قندوزی سی قندوزی سیم بله رکشا داری رکشا داریم بله دلین کجا لینی باغ شرکت باغ شرکت دی کوچه چند وقت هستی میشه کی هستی تقریبا دو سال سه سال میشه سال تغییرات اومده دی کوچه تغییرات خوشی نمیخوام نو شده دیگه نو شده بله مسجد نو شده مسجد نو شده بله نه آه مسجد قدیمی را یاد داری به یاد داری که مسجد قدیمی را به یاد داشتم ها چپا کردن باز دوباره تعمیرش کردن تازهش کردن جور کردن یکی از جاهای مشهور قندوز است که هر کس آدرس بیتی میه بله مسجد حاجی سنگی بله به خیر سلامت باشی در کارت برکت سلامت باشی موفق باشی بخیر باشی اینه بزرگ صحبت کردن اینا نوبت خرداست سلام سلام علیکم خوب هستی سلامت هستی جان جان بخیر تو شما بزرگ هستین که بزنین ما احترام بزرگ را کردیم نه بخاطر از اونم بزرگ اینه لهجه بدخشی به اینا مونده خوب هستی بخیر سلامت هستی خودت هم رکشا داری ها ما را رکشا زرنج نامت بگو عین الله هستم عین الله هستی زرنج داری زرنج دارم بله رکشاواری یعنی همون تو رکشاوار رکشای زرنجی دیگه از اونها مونده ها مونده از پیشتر جا دم مرغ فروشی نایستاد کردیم خب اونجا ایستاد درست درست چی روز از کاروبار؟ والا شکر است میشه خوب دور رکشا چند نفر جو میشن؟ دور هشت تا میشن ده تا میشن نه هشت تا میشن نه شکایت میکنن که ده تا میشن نه ظلم است ده تا ده تا ظلم است؟ ده تا بر مردم ظلم است یا بر رکشای تو؟ برای مردم ظلم است نه بر رویان میشن نه خب برای ما فرق بر رکشای ظلم نیست؟ و این به چرا مار میکنی؟ ظلم است دیگه چرا؟ ظلم است زبان نداره فشار میاد بس است زبان نداره که بگم بس است دیگه امیدی؟ خب روزانه چند کار میکنی؟ میشه 400 500 هم جوری میشه ماشاءالله چند سال میشه داری تقریبا یک دو سال میشه دو سال میشه دمی جاست دمی جاست بله از اینجا تا بر تا با شرکت میریم بله به خیر سلامت باشی زنده باشی موفق باشی هموطنان عزیز در ادامه گزارش با ما باشید مذاکره با اونا میکنیم بیایید سعید در ادامه گزارش با ما باشین ماما سلام سلام خوب هستین؟ خوب هستین سلامت هستین؟ با
حاجی سیب گرامی نامتان چیه؟ نه میماره چی میتونیم سیب؟ نامتان پرسان کردم بفهم و آشنا شوید. نه ماره در بلا گرفتار نکنیم. در بلا گرفتار میشه؟ آه دومست. از خانه تان همیجا ساجی سیب؟ در پشتی مست فیلم خانه. خانه تان در پشت تان؟ اصل از کندوز هستیم؟ بله. خب عمر رفت دیگه. عمر رفت. نه پا عمر مره دشته، نه پا مال، نه پا مینه چوک ماره شو، نه پا سوال. ده بابا یادم زویا، تا ده سلو کلو لویا، سر ده سپین که غاخ دی ووت نشوی سم، مرگی مینه تاردم. ورز ده تیره پا خنده اخلاش پا خواب، خدای تکل یاده ی خانه خرابه. چه ده مرگ پا توفنگ چه ده شخل ماتا، بیا تا چرن سناوای ده سبحان. نصیحت دی دومره بس ده که وشاری چه دی بل پا قبر تا چه خاوری بس است دیگه مخواه ماما سواد داره؟ نه نبوده؟ حفظ کرده نیره؟ بله شعر از کی بود خواهد نه؟ شعر شنویدیم نخبه از رحمان بابا بود؟ از رحمان بابا بود حفظ کرده؟ حفظ کرده ماشالله استعداد خدا داده است دیگه سواد هم ندارین مکتب هم نرفتیم ولی شعر حفظ خداوند کلیم یک پاره قرآن هم در قسمت ما نکرده نخاندیم نخان هستم گناهگار خدا هستم زر رحمان چه گناهگاریم بنده ده خدایم بندگی کم دام حال ده یو بنده چه بل بنده شی بندگی کی دیگه بد سحال بی بدون شک مامو خوب افغانستان است و اینی زندگی نمیگذاره مشکلات نمیمونه که آدم افغانستان است طلای سرخ است مردم کبر میکنه در وطن خودش خارج خوش کرده رفته در خارج وطن خود هم قسم ایلا کرده نه؟ زمازوانی دول که یه در پشتنوال سر از پا پشتو و پشتنوال بانی سر ورکن کنه ست خیلی زبانه خب کجا رفته رو ایسی؟ ما در بازار آمدیم بازار آمدیم خانه میجاست؟ خانه در اطراف است اطراف است از کجا آمدیم؟ منطقه گلتپا از گلتپا آمدیم؟ گلتپا گلتپا است یا گلتپا است؟ گلتپا بگویی سیست گلتپا بگویی دم... گل بگیم که همی گل بگرده خدا میدانه خدا که گل نکنه بنده گل کده نمیدانه بدون شک اونجا گل شده خدای چه که ای آقا با اوشی زرگه مزانگه در فکر پتالو نه چه زیره که خدا میکنه بنده نمیتانه نام خدا حاجی سیب دمی هر حرفتان یک شعر داری توکل با خدا دیگه خداوند استعداد خاص داده بر شما خیر ببینیم شما موفق باشین حاجی سیب بسیار ببخشید بسیار ببخشید که مزایم شما حاجی سیب بودن که شعرهای از رحمان بابا را دکلمه کردن خواندن گفتن که مکتبم نرفتن و سوادم ندارن در ادامه گزارش با ما باش بیننده های عزیز در ادامه گزارش با ما خوش آمدید اینجا آمدیم پیش مامای خود که اینجا شیشتن من بشینم همینجا ماما بشین بفرم لط خونه میکنیم نه چرا اما تو یک کم این تو خوب هستین ماما جان شما جور هستین سلامت هستین بخیر هستین انشاءالله سلامت هستین نامتان بر ما بگو اسم من نایب خب مصرف چی کاروبار هستین مصرف ترکاری فروشی خب همینجا چند سال میشه اینجا هستین تقریبا یک سال میشه یک سال میشه خانه کجاست خانه سری دوره سری دوره در مورد آجی سنگی میدونین فقط نامش شنیدین نه سابق مثال میفهمیم که از امی قندوز است دمی مدرسه به نام یادی سنگی یاد میشه از بچه‌هاش هم میشناسیم از فامیلی خوب است جای خوب دارن ولی بچه‌ها اون نواسایش مونده آ اینمی فعلا که ما تو سیستم اینمی جای ما بچه‌هاش است و نواسایش هست همینجا خانه‌شان است در پلیس ها و زمین داره جایدار دارن دیجه دارن یادمای خو از ما آدمای قدیمی قدیم هستیم آه آدمای قدیم قدیم هستیم همین مدرسه رو تعداد شه و می خود یاد سنگی مونده که می جای شه کلش از می بنام از می یاد میشه آره مدرسه هم بخیر تازه شده تازه شده بخیر امیدوار هستم همین قسم همه جای وطن ما آباد باشه وطن ما آباد باشه مردم سیر باشه جنگ نباشه جنجال نباشه چقدر که جنگ و جنجال نباشه مردم هم قصیر باشه بعد این دولت به مردم کار پیدا کنه زمینه مساعد کنه برای اینکه کار و غریبی روز به روز گم شده رئیس همین تو هست یعنی بله بله کار و غریبی که پیدا شد جه خدا جنگ و اوست کنه کار و غریبی هم به مردم پیدا کنه جوانان وطن ترک افغانان وطن ترک نکنه که جوانای ما شما میبینی که بازی را ماهی خورد بازی را رفت قچاقبر زد بازی را دیگه مردم بازی میته میبره بعضی هم در کشورهای مختلف کارگری میکنه
این مقصود وضعیت است. وضعیت میبینیم. خداوند وضعیت را زودتر پایان زودتر گم کنه که دم افغانستان ما ارزانی قیمتی گم شو و ارزانی بیا کار و غریبی باشه مردم بیا پس وطن و خانه خود جای خود. قیمتی و ارزانی هم مثل همی امنیت یک بارگی بیا. یک بارگی بیا. خنده کردی. تشکر زنده باشی. بخیر باشی ناجی سه. پیام دارین کدام؟ پیامی ما میلیم ایست که با میغا جوانان با کار پیدا کنم. همه ای ما همی آرزو دارم. همه همی آرزو دارم که در جوانا کار پیدا شوه. هر کس در پنجتانان پیدا کنم در خانه غریبی خودم. زبانتان گل بگرده. خب هموطنان عزیز بیننده گزارش ما هستین قسمی که مامای ما گفتن. تنها خاص و تقاضای هموطنان ما کار هست و زمینه کار که مصروف باشن و از همه چیز چی میگنش؟ فارغ باد. در ادامه گزارش با ما باشین، با هموطنان خود صحبت میداشن. بیننده های عزیز، اینجا مامای ما از ما گله کرده میگن. ما همین قسم شنیدم، این همین بچه ها میگن. راست میگم ما گله کردین از ما، سلام. نه تو گله نکنیم، ما چی گله میکنیم، تو خوش هستیم ما. خب ما چی گله میکنیم، خوش باشیم. کمی اینجا بین کاکا جان، بین بین. خب خوب هستین انشاءالله؟ والا خوب هستیم، وطن ما آرامی هست. ما همین قصد که غریبار در سرک نمیمونم، ما را وضعیت میکنم. خب چی میکنیم؟ چی خاطر اول تپا است من میگم اون 5000 کچول را میفروشیم که وازقه ویگه مو شوا. خب اصلا از قندوز هستین؟ از کجا هستین؟ از گورتپا هستیم ما، اصلا بالی در قندوز هستیم. خب بالی در قراول تپا میشینیم. در قراول تپا میشینیم، نفرای بای بای اومده میگیره، غریبه نمیگیره. در کمکا؟ در کمکا. مو اینجا خاکسار هستیم، ما تو سر غلطه کردیم، میگه که میره، میگه که چکین اومده، چکین گرفت. رفت. ها بای بای گرفته، غریبانه نگرفته، کسی که خونه بود گرفته، کسی که خونه نبود نگرفته. والا چی کنیم دیگه. ولی شما حتما در خانه نیستین، به این خاطر که کار میکنیم. کار میکنیم، پنج تا نون پیدا کنیم گفته، پنج تا نون هم پیدا که نمیتونیم. خواه شما را در کمکان هم میگیره گفتیم. و در کمک بای بای را میگیرم، ما را نمیگیری چی. ما غریب هستیم. خداوند انصافشان بده. آنی؟ بله. ما از دست ما چی میاد؟ دعا که خداوند انصافشون بده. خداوند انصافشون بده. امیدوار هستم کسایی که میبینن به کاکای ما همکاری بکنن. اما غریب دیده نمیتیا. بایا میگه، بایا میگه که نه نه خونه غریب است گفته. نصفه میکنه، نصفه. نصف شخصیت میگیره، نصف یاد مردم میتیا. حساب انصاف. با خدا این نصفه میکنه نه. خودم دیدم نه. چند جوالی من شکایت کردم، نفرش میشناخم که من نصفه میکنم. خوب نفرش میشناخم که نصفه میکنه. یک طرف میگیره. همون نفرایی که با چکین اومد گیرشان بکنین، به اونمونو شکایت بکنین. اون نفر همون چکین میکنه که کو گفت نصفه میکنه. آخه نفر داره، نفری چکین میکنه که نصفه میکنه. خب بازم میگم خداوند حساب شد. خب ماما جان وقتت خوش، موفق باشی، در کارت برکت. آرام باشی. امیدوار هستم امی یک جای مناسب بر شما پیدا شود که دیگه از کار نمونه. از کار نمونه. و خیر باشین. اینه مامای ما گله کرده بود از ما که صحبت نمیکنین امروی ما. دیگه امروی ما صحبت کردیم که گفتم که به کمکان میگیرن مامای ما را. دیگه در کوچه حاجی سنگی هستیم، با هموطنان خود صحبت میکنیم و شما هم بیننده باشید. کجا میریم؟ بیجان شما هم بیننده باشید. گم میزنید؟ بیا بیا که در دل این آدم هم غوره نمانه. بیا ایجا بیا 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 میگم بیا که در دلت غوره نمانه. غوره غوره را میفهمی چیه؟ سلام. وعلیکم. خوب هستی؟ سلامت هستی؟ نامه که تا بگو برمی؟ نامه ما بیک. بیک؟ بله. خالی بیک هست. بله. هیچ دیگه چیزی اضافی نداره. تنها بیک. بله. خوب هستی انشاءالله. چی کاروبار؟ کاروبار من دوال پیاز و کچالو است. پیاز و کچالو. قیمت ها چه رقمه؟ قیمت ها خوب از بعد روز بلند میره و بعد روز پس مال اگر زیاد بیایه و تو یک ذره نخواب پایین است و اگر نیایه بلند میره و آلی چند شده؟ آلی کچالی 160 از مارکت میاریم و 170 سودا میکنیم. 160 و 170؟ بله 110 پیاز هم میاریم، 120 سودا میکنیم. پیاز یک وقت 30 روپه نبود؟ 30 روپه بود، وقت 30 روپه بود. در افغانستان دهقانکار پیاز زیاد داشت.
پیاز را را پلدارا برد و جا در سرخانم هم اما پیاز خودی ما و شما را پس دیگه در سر پسری ما و شما سودا میکنم ما و شما سرخانه نداره سرخانه نداره مشکل ما میست میگم والا پیاز با پارسال واری 900 و 500 نشود والا او دیگه دست خداوند است چیز رضای خداوند پارسال هم خوب شده بله 700 800 بود بسیار قیمتی داره بله خب بیا ارزانی را خدا بیاره بله الهی زمینه کار فراهم شود بر همه بله. تنان ما شما خوشحال باشین بله. همه گی خوشحال باشین الهی آمین خیر سلامت باشین سلامت باشین تشکر زنده شما هم زنده باشین خب بیننده های عزیز خودت مذاکره نکردی نمیکنم بیشتر لالای ما آمد گفتی یک نفر از همونجا مذاکره میکنه خطی این حال خودش مذاکره نمیکنه خطی دوسته نفر اگه چیز کردم سعی زیگاه نام دوسته نفر چی کردی؟ خب چیز کردم براتان راهنمایی کردم براتان نشان دادم و نما مصاحبه کرد دیگر خب مصاحبه مذاکره نه خوب هستی خودت نامت بگو حسیب الله یک نام خدا یک رقم حسیب زیاد شده خب خوب هستی انشاءالله چی کار بار میکنی خودت؟ ترکاری سودا آه ترکاری چه رقم از قیمت ها؟ خوب هست شکرا ترکاری را میخری خودت یا دیقانی داری؟ میخریم خودت میخری؟ چندی میخری با اون؟ او را ما صدکی بندلکی میخریم باز دانگکی میخریم؟ آه دانگکی سودا میکنیم دانه یگ یگ را با مثلا اینجا دانش چل را با می اینجا را با سودا میکنیم یک دهی میمونه یک دهی میمونه او را زحمت زیاد هست او را میشیم لایپر را از پاک میکنیم زحمت زیاد هست دیگه میگن یک ایمی زحمت زیاد یک روز چی داره بله واقعا زحمت بکشی با صبح دیگر روز با راحتیش هم میبینی میای انشالله بله اگر دست دعا بالا بکنیم به خداوند صادقانه دعا بکنیم بله هیچ کس برمون پول میتنه اینا نه واقعا زحمت که نگشی مجز الله بله چیز نمیشه موفق باشی عصیب عزیز سلامت باشی تشکر این مصاحبه کردی هیچ مشکلی نبود سلامت و بخیر باشین بیننده های عزیز این بود گزارش ویژه امروزی ما از کوچه حاجی سیب سنگی تا گزارش های بعد شما را به خداوند یکتا می سپارم شما یادتان نره سابسکرایب بکنید برنامه های ما را بیشتر ببینید از گوشه گوشه شهر کندز به شما برنامه ثبت کردیم تهیه کردیم شما ببینید لایک بکنید کامنت بگذارید و بگویید که از کدام قسمت شهر کندز بر شما برنامه ثبت کردیم تا گزارش های بعد خداوند یار و مددگار